جان احمد رضا بیخیز دیگه چی بیخی چاشت شده بیخیز دیگه چند دقیقه دیگه من چور بیزم حالا دیگه بیخی بیخیز محمد رضا بیخیز دیگه میفهم فاطمه جان؟ چرا؟ میگه اگر چی زندگی آزار و درد سر دارد بخند گریه به زیباییت ضرر دارد بخند نکنم بخند هر کی تو را شاد دیده شاد شده انگار که غم و خوشی تو بر دیگران اثر دارد چطور بود؟ خوب بود؟ شعر از برام احمد دوست عزیز و صبح همه ایتان بخیر امیدوار هستم که حالتان مثل حال رضا و فاطمه عالی و خوب باشه دوستای عزیز میخواییم اولین برنامه صبحانه خود همراه شما رضا شریک کنیم دیگه فاطمه جان هاچ خانوم چی چادر قشنگ روشن پوشیدن و آماده شده که یک صبحانه جور کنه فاطمه جان چی گپ هست؟ چی صبحانه جور میکنی چی پخته میکنی و همین میگه دکتر خلیل از اونجا صدا میزنه میگه او چشم خمار تو چی کار کردی مرا صد باره به غم دوچار کردی مرا خب دوستای عزیز ما سلام و صبحتان بخیر آرزو میکنم که حالتان بسیار خوب و خوش باشه دیگه عزیزا صبح است دیگه ما هم میخواییم یک صبحانه تیار کنم چیزی که در نظر دارم یک صبحانه بسیار ساده است ولی مزه‌دار است برش میگن که البته نامش یکم چیه؟ خارجی است خارجی و ایرانی است برش میگن املت اسپانیایی نمروی اسپانیایی دیگه نال دوستان رای ما باشن طرز تهیهشون برشان میگم اگه خوششون آمد میتونم پخته کنن باز البته ای را اولین بار است که برای محمد رضا پخته میکنم تازه هم میخواییم که همی هنرهای من شان بده جایش هست ها؟ باز محمد رضا نظر بده که چی رقم است چشم منتظر هستم به شدت بسیار بسیار دمی گل صبح دوستای عزیز بسیار گشنم شدیم و 100% خوشمزه میایه چون همین چیزی که با عشق پخته شده چیزی که با علاقه پخته شده چیزی که همه زنو قلبیم کدوم طرف است؟ سمت چپ این طرف است؟ چیزی که با علاقه تمام از ته دل پخته شده قطعا که خوشمزه میاد بیاین بریم ببینیم که فاطمه جان برای صبح ما چی جور میکنه خب فاطمه جان جان اینالی بگو اول چی کار میکنی؟ در کل چی کار میکنی؟ چی چیزا نیاز است؟ خب چیزایی که نیاز است یک دانه پیاز البته به اندازه تعدادتان انتخاب کنید کچالو به اندازه نیاز به اندازه نیاز به اندازه هر به هر تعداد نفر که میخواستیم پخته کنید تخم مرغ نمک و مرچ سیاه بله و روغن که باز من از پایان میکشم دیگه مرحله اولی که میکنین دوستان پیاز از بین نصف میکنیم چاقوی ریزه نیست؟ چاقوی ریزه است ولی چاقوی کلان رو بگیم همون بله آشپزی کن کلانه؟ خیلی کلانه خنجر رو بگیم خنجر دختر خب این حال ای پیاز هم ای رقم برش میکنیم زیاد دبل دبل نی نازک نازک پیاز ما خلاص
اونان در اجا روشن میکنم که امی تاوی ما داغ بیایم سایست روغن منداز علی؟ تاوی داغ آمده روغن مندازم البته ایرام کسایی که زیاد روغنی خوش دارن روغن زیاد بندازن کسایی که زیاد با روغن سازگار نیستن کمتر کم بندازن خب روغن تان که داغ شد دوستا باز پیاز تان رو مندازیم محمد رضا امی روغن پیاز که سرش مندازی زیاد سرصدا میکنه زیاد خوش دارم ما همیشه باید مایتابا خوب سه داغ شوه روغن هم خوب سه داغ شوه پیاز میندازیم باید سیپر هم کار باشه که در روی آدم نپاشه روغن فهمیدی؟ باز میپره دیگه بخوایی نخوایی باز ما اونو رقم دوست دارم پیاز داغ کنم که هرکس رویش هایش فرق میکنم خب پیاز داغ میکنی باز کچالو نوبت کچالو میشه؟ آه این باید یک کمک شور دادیم باز کچالو رو توتا میکنیم در سرش میندازیم خب دوستا کچلو رو در سر پیاز انداختیم بنال در سرش یکم نمک هم میندازیم که این زودتر نرم شد تقریبا چپس میشه دیگه اینا باید هر دوتاش کچلو پخته شد و پیاز هم رنگش یکمک تغییر کنه داغ شد دیگه این رو میمانیم که نرم شد و خب دوستان یک چند دقیقه مونده همونطور که میبینین پیاز هم گلابی شده و کچالو هم نرم شده مثلا اینش که نرم شده از یک دیگه خود جدا شد دیگه این حالا چی کار میکنه؟ این مرحله شد بخیم من دوست دارم که امی مرحله میخوایی بخوری؟ بسم الله کنم یکم صبر که ازیان کل قشنگتر میشن این نوبت چیز؟ آله نوبت تخم مرغ تخم مرغ را سالم میندازی نه سالم میندازی نه آل ده سر از اون را میندازم اول ده این میندازم که گرد کنیم که ده یک دیگش چند تا میندازم محمد رسول یک نوده بیست دانه بینداز از اون نوده بیست دانه نه چهار دانه آوردم اگه کم دگام بیارم نه سه دانه شاید من بس موتور بس باشه سه دانه بس نه در سر ازی باز یک کمک مرچ سیاه و بازم نمک مندازیم خب مرچ سیاه و نمک مرچ سیاه هم پیدا کردیم؟ آه مرچ سیاه را دیروز رفتیم پیدا کردیم دیکن او قدر زیاد نه بندازه یک خوش داشته باشیم بندازیم یک کم دیگه هم بنداز چون من مرچ دوست دارم خب بسم آره دیگه بازی رو همراه پرنجه خوب شور میتیم که همزن هم داشتی به نظر میتیم همزن هم هست ولی پرنجه هم خوبه هم پرنجه قلندری است ها و تلی آه دیگه ما فقط پرنجه فیلن عادت داره خب دیگه ایره خوب گرد میکنم که دیگه شکل محمد رضا جان نزدیک بیا خب شور میتیم که سفیدی و زردی شمرای مرچ و نمک خوب گرد شد یک رقم نمرو است که را سالم میندازد تخمان فقط روغن است و خلاص نمک است و بسم الله الله اکبر این که است خو محمد رضا جان مدل اسپانیایی است یکم پیشرفته است پیشرفته است دیگه به اون خاطر فرق میکنه پیشرفته ش امروز دوست از میبینیم چه رقم است ما مطمئنم خوشمزه می ما بخیر میالی دلم سر اینمی پیاز و کچالوی سرخ شده یا سیب زمینی سرخ شده رفته عزیزم بناله یک دانه کاسه کلانتر کار داریم خب که از اونجا مره محمد رضا یک دانه کاسه بیدیم خب کاسه بر چی؟ که دو دانه را گد کنم باز کرد یک دیگش خب بناله دوستا کچالو پیاز مختیار شده آره اجاق گاز بند میکنیم خب بناله ای را پس در داخل کاسه کلان میندازیم آه چقدر پرزامت بودی یاد خدا یک کمه جنجال داره این رو به این خاطر به نظر میندازه که ولی اگر مستقیم سری چی میندازه اون زود پخته میشه نه؟ آه یعنی خوب گد نمیشه تخم مرغ هم در سرش مندازیم باز اینا رو با هم شور میدیم
خب که خوب کرده یک دیگه خود گرد شد خب اگه رو بتانین یک چند دقیقه بانین که بهتر اگه نه یکی بخواین که زودتر پخته شد دوباره فقط یک کم در مایتابتان پس روغن مندازیم بازی رو در سرش خالی میکنیم اینش فعلا اینش در دسته عزیز سعی کنیم والی را فاطمه جان سر مایتابه کم یک ذره روغن میگیریم بازیم بعد که روغن دوباره سرخ شد یه رو بیندازیم که جیجیش کنه خب ما این تابه ما داغ است فقط باز یکم روغن مندازیم داشت خب روغن هم آماده شد روغن داغ آمده یک ذره دودام کرده و ایرم کامل هم زدی؟ آه ایره کامل خب. هم زدم نالی رو مندازم در سر ازی چی جور کردی تو دختر؟ ایره در روی مایتابه ما خب جور میکنیم کم تو برابر شد واو دسته ببینیم چقدر پیزا رقم شدی؟ او طرفش که پخته شد باز درش هم میتونیم بکنیم خب او هم اتمن سیستم داره؟ خب عزیزان فاطمه جان مصروف آشپزی خود باشه ما یک دو گلاس آب ولرم جور کردیم به این خاطر که میده در روزا از روز کینجه رسیدیم چندان جور نیست نمیفهم تأثیری تبدیل آب و هواست یا هرچی دیگه از دوستا که شنیدیم میگه آب جوش دادی تقریبا ما میگیم نیمگرم باشه بخورین در میده تان فایده داره دیگه شاید درد و بدهضمی را متوجه نشین یا دوچار نشین عالی بود خب بریم سمت فاطمه جان که شاید خلاص شده باشه دیگه بخیمه گوش نشدیم واو کجا رسیده فاطمه جان؟ رویش دور دادیم نال منتظر هستیم که اون طرف رو پخته شد این طرفش پخته شده بازو چی رنگی کشیده سعی کنیم سعی کنیم سعی کنیم سعی کنیم بیکش دیگه زودتر فاطمه جان سعی است دیگه پخته شده دیگه فقط یک دو دقیقه دیگه تیاره چای جوش بلک سیاهی تو سعی کنیم فاطمه جان همین رو میگرفتی بعضی ها گفته بود خوب بعضی ها گفته بود بد حالی دو سه عزیزی تو یک کارآمد داره که هیچ نگوین بخصوص زمین به درد میخوره که در این روزا مهمان داریم که می مهمان نیاید دیگه آجل کرده نمی چای بیرون نمی آسان است نه؟ به این خاطر ما ترموز آب جوش هم آوردیم ولی جای ساکت ها حتما متوجه هستین عزیزا که در امریکا فرق داره بین سیستم عزیزایی که حسابی هست یا عزیزایی که در کل قصد سفر در امریکا داره اینم که چارجرهای تانه بکنیم خب یا آماده است دیگه فاطمه جان دیگه من فقط نانم گرم کنم این آماده است دوستای عزیز از نان افغانی از نان وطنی که دور شدین مجبور با این چیزا گزاره کنیم ولی شنیدیم که در این منطقه که ما زندگی میکنیم کدام نانوایی یا کدام فروشگاهی نان وطنی هم هست ولی ما تا حال پیدا نکردیم این از نان چی استفاده میکنیم امی هم خیلی خوشمزه است دیگه گفتم امروی فاطمه جان قد از این خنجر خود کمک کنم سه دو یک باز دوستا گرم کنیم با زیادتر خوشمزه میشه نه مزه دار میشه اینجا خو داش هستم دیگه در داش که یک همه قبل سا فاطمه جان؟ یک قبانی گرم میشه آب هستا یعنی؟ بس خب من در داش میمانم خب؟ اما ظرف شم در داخل شد سم یک بمانم هم اینجا خود چند دقیقه بانیم اینجا؟ یک دقیقه بانیم گرمه دیگه نه؟ بانی گرمه
چایت هم دیگه تقریبا سرصداش برآمد آماده دیگه. چایم دم کنم دیگه جوره سپانیم. یه خوب چای سیاه هم دم کفت مجم. چای از افغانستان آورده بودی؟ چای از پاکستان آورده. از پاکستان آورده نه؟ ای باز چای در افغانستان هم بود. چای احمد. چای در اینجا هم باشه؟ ممکنه. بله دوستا خیلی روی امی مسئله تاکید کرده بودن که همه نیاز نیست که فلان چیز ببری فلان چیز. ولی برای کسی که تازه میه و اون چیزای ضروری حتما نیاز هسته. تا اینجا بلد میشیم، تا ای که دوستا و قوما رو پیدا میکنیم، تا اینکه همزبان رو پیدا میکنیم. ترموز هم از پاکستان آورده بوده. آره. خیلی خوب کار ما آمده میگه چند وقت. اول که آدم اینجا میای از یک طرف که نابلد هست، از یک طرف دیگه باز ممکنه بعضی هم را خوزی ها پیسان نیارن نه؟ آره. دیگه به اون خاطر یک همک ظرف ها اگر خودم بیارن خوب هستن. چون ظرف هایی که اینجا میمانه ممکن است که مثلا ترموز نباشه. آره. سه ترموز نیازه دیگه برای ما افغانا. ما ای که علاقه من به چای نوشیدن زیاد هستیم. عزیزا از روز که ما اینجا آمدیم مثلا من سرخیز شدم. نمیخوام که دلیلی چی هستم. ولی بابتش خیلی خوشحال هستم به خاطر که ما خیلی دیر میخوابیدیم حداقل در پاکستان که بودیم سال 11 بجه پیش بیدار نمیشدم یا نمیخوام که ستون اونجا مرقم است اینجا وقت میخیزیم و خروسخان همون خروسخان میگه فاطمه جان در وقت خروسخان همون خروسا اینجا خروس دال ندیدیم صدایش نشنیدیم همون زمانی که خروسا در وطن میخوانه و ازان میتونم دمو تا ما بیدار میشیم صبح خیستن سرخیزی تا عالی که فعلا تجربه میکنیم بسیار عالیه و فاطمه جانم که آماده شد صبحانش واو واو سر میز میشینی همون جسته ایست؟ من خود دسترخوان آور کردم خب؟ سه همون جی که انداختی همون جسته ایست این حال از زه میریم طرف صبحانه اولین صبحانه ای که گرفتیم برای شما عزیزم ویدیو کردیم قطعا که کی واو 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 این عزیزم ساده کم ولی 100% خوشمزه تو فاطمه جان چای پرتو که ما شروع کنیم به حوصله‌ام سر رفته یک چای سیام دام کردیم واو خوب رنگ کشیدم خوبست بچه ما چای تیره میخونه میشه ولی ای هم خوبه دیگه خب تو بیگیر یک ذره مرد دوباره بپاشم خب نمک شاید جور باشه بسم الله واو سایی که نزده یعنی نزده که ماید میبرم صدای نانه به خدای تو خوب صدا داره نه تو امین داشت خوبش میکنه ایرم امین نانه دیگه اون نانه که مادر جان در وطن از تنور میکشید او دیگه چیز هست امرو یک کارت هم محمد رزا میتنیم خب نه ما یکم وطنیستم فاطمه جان ما بخی امیالی راستی تعریف کنی دیگه با خدا راستی تعریف میکنی واو دوستا با خدا 100% 100% آشپز چی کنین امتحان کنین 100% واو چقدر خوشمزه ام با خدا خوشمزه فاطمه جان اینا لی این رقم اگه ما مزه کرده برون خیلی خلاص میشه امین نانی گرم شده و دختر تو به نظرم قصد نمیار پخته نمیکنی که من زیاد نخواهیم از یه آره دیگه البته باز میگن چلکی هم اندازه داره دیگه
واو دوستان عزیز با خدا خیلی خوشمزه. اینا خودتان باز چی کنین؟ خودتان پخته کنین. دیگه رویش هم بسیار ساده بود، زیاد سخت نبود. پیاز دارین، کچالو دارین، پیاز هم تو کلان کلان ریزه میکنین، بعد کچالو رو نازک نازک میندازین سر روغن. بعد که این سرخ شد چی میکنه فاطمه جان؟ باز تخم مرغ هم اندازم. تخم مرغ چی میکنین؟ ایرم میکشین نه؟ ایرا اگر دوستای عزیز اگر از مایتابه نکشین، چون این تخم مرغ تو ازک میندازیم رنگش تغییر میکنه، پخته میشه. باید شما قبل از او بیکشین در کاسه دیگه خوب شور بتین که گدوات شوه. بعد دوباره در مایتابه بیندازین، یک طرفش پخته شد باز طرف دیگه طرف دیگه بعد بیکشین، بعد بیارین سر سفره تان. بعد خب دیگه دوستان، من کمره را یک جای ست میکنم. دیگه من خود مام شروع میکنم، همه جزا خلاص نکنم. یه تو یک چیز فخته کرده که به خدا. واو. خب خود تم نشجان کن. ما باشپزید میفهم چند نمره دادم؟ از ده دوازده نمره. به خدا مقصد یگانی است محمد جزا، مثلا از پیش تو میخورم گید. خب یگانی است خب؟ چون از خانمایشان میترسن، امی خانم شای غزه هرچی از اقیم پخته کنم میگه سیز؟ ها دیگم، ولی تکاره نکن. نه نه، ما ترشمرش در میان نیست عزیز، مزه، طعم در میانه. مزه دارم. مرچ سیاه و نمک بالایی فراموش نکنین عزیزم، دیگه ترکیباتش زیاد نکنین که باز یکان چیز دیگه جور نشوه. اینمی چیز مزدار است، مزدار است، مزدار است، حرف نداره. زندگی ما از امی خانه آغاز شده عزیزم. اینمی خانه سادگک و ما هستم، فاطمه جان است و برنامه ما متر محکم و قوی از همی خانه، از امی شهر، از کنتاکی زیبا، از لویزویل قشنگ ادامه داره. فردا بخیر برنامه بسیار خاص داریم براتون. همین منطقه خودم رو ایتون شریک میکنم، نشان میتیم که چه رقم یک جای زندگی میکنیم و اورم شما از بیننده باشین. جای بسیار قشنگه، باز میبینید. امیال باز خزان هم شده، خب فضا مقبول شده. بخیر سبا برنامه خانه رو براتون بیرون خانه رو پخش میکنیم. دیگه هم تایست تایست شما هم امرای زندگی ما در اینجا آشنا میشین و هم امرای دوست، امرای کسایی که کنتاکی رو نمیشناسن و نمیفهمن چی رقم جای است. امروی کنتاکی معرفی میشه. امروی دیگه دوستا صبر نمیشه، با خدای که خوشمزه است که باز خود اصلا ما نمیگم، ما بس خلاص. من نمیگم دیگه، خودتان برین در خانه جور کنین صبحا، ولی یک شرط داره که با عشق پخته کنین، با عشق کنار هم نوشجان کنین. اگر فرزند دارن کنار فرزندتان، اگر هم کنار همسرتان هستن کنار همسرتان، اگر کنار پدرجان و مادرجان و خانواده هستن کنار اونا با عشق پخته کنین، با عشق نوشجان کنین. زندگیتان هم پر از عشق، پر از صمیمیت، مهربانی. ما و فاطمه جان شما زیزارم از کنتاکی زیبا دوست داریم.